هفته گذشته در تهران دو حمله تروریستی بود که داعش مسئولیتش رو قبول کرده و میدونیم که دوازه نفر کشته شدن و بیش از چل نفر مجروح شدن و واقعا اولین چیزی که به فکر میاد اینه که آدمایی بیگناه اومدن رفتن توی مجلس برای مثال دارن میرن دنبال کار زندگیشون و روز با... چند ساعت بعد دیگه نیستن کشته شدن و واقعا اصفناکی که آدم فکر میکنه که دیگه تو دنیا یه وضعی هست که خیلی دیگه این امنیت رو ندارن میرن بیرون از خونشون و شب دیگه بر نمیگردن دقیقا و این وضعیتیه که کارهای تروریستی به زندگی مردم داره یواش یواش تحمیل میشه و جلو جلوی اینو گرفت باعث و بانی این وضعیت هم جمهوری اسلامیه هم عربستان سعودیه هم قطره و هم دولت آمریکا تمام اینا به اشکال مختلف بخشی از اون زنجری هستند که فرهنگ ترور فرهنگ کشتن مخالف فرهنگ این که یه جامعه کل جامعه دشمن توه مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر بریتانیا تمام زن بی, زن بی نمیدونم. نمیدونم. بهایی هر کس که مذهبی آتیف. هر کس که مخالف تو هست در واقع تارگت و هدف حملات تروریستی شما میتونه باشه چیزی که مهمه اینجاست اینه که نباید طرف یه قطب تروریسم علیه اون قطب دیگر رو گرفت یعنی بعضی میان طرف عربستان سعودی رو میگیرن بعضی میان طرف مثلا جمهوری اسلامی رو میگیرن هر دوتاشون قطبی هستن در, علی... در ترور... پیشبرد تروریسم تو جانیا کار انسانیت این باید باشه که از خود انسانیت دفاع کنه در مقابل همه این قطبا که خودش یه بخشش هم خود دولت آمریکاست داعش اینا همه دست به دست دارن زندگی مردم و توی تمام نقاط دنیا دارن سیاه میکنن واقعا دقیقا شما اگه توجه میکنین همین اتفاقی رو که تو تهران افتاد هر روزه در سوریه داره اتفاق میفته که یه بخشش جمهوری اسلامیه یه بخشش عربستان سعودیه یه بخشش قطره یه بخشش آمریکاست یه بخشش همین به شکل روزانه در زندگی مردم تو سطح وسیتر از این توی زندگی مردم سوریه مردم عراق داره اتفاق میفته و اهمیت داره که این رو به عنوان یک لحظه نگاه کنیم و ببینیم چه زجری مردم سوریه و مردم عراق دارن از دست جنایت تروریستی که به اشکال مختلف پشتیبانی شدن و اهمیت داره که ما بگیم که تروریسم کاملا محکومه تروریسم در تهران محکومه همطوری تروریسم در بغداد در, در لندن در, لندن، در, در همه در جای دنیا همه جای دنیا محکومه و اینو به رسمیت بشناسیم که نمیشه طرف هیچ کدوم از اینا رو گرفت شما نگاه کنین نماینده مجلس در آمریکا توی صحبتی که داره میکنه با در یکی از جلسات صحبت میکنه خب اشکال نداره اجازه بدین که چیز خوبی هم چیز خوب چیز بدی هم نیست که مثلا این جنایت تروریستی اون جنایت تروریستی رو بکشه داعش مثلا بیاد جون تهران مثلا بمب بذاره خب اینا همو ضعیف می‌کنه این نشون میده چقدر سیاست خارجی آمریکا و بخشی از نمایندگان توی آمریکا تنها وسیله پیشبرد سیاست خارجیشون در واقع باز کردن زنجیر و ترور بر علیه مردم منطقه است برایشون مهم نیست که این وسط کسی که نشسته توی اتاق انتظار تو مجلس تهران آدمی که اومده کار کارش رو زندگی بشه کنه آدمی در واقع آدم معمولیه یا کسی که داره توی بغداد توی مغازاش داره ران روی خرید روزانه چه داره میکنه یه کسی رو شنبه شب رفته توی جنوب لندن نزدیک لندن بریج داره رفته پاپ یا ب... داره یه این... بخش اینه که میدونین تروریست ها دلیلی که میتونن به این وحشیانه حمله کنن به بچه و توی مدرسه و دیسکوتک و کنسرت اینه که اون کسایی که دشمن خودشون میدونن انسانیتشون از دست دادن از نظر یعنی آدم نیستن انسان نیستن و به همین خاطر هر جا اتفاق تروریسمی میفته ما باید انسانیت اونایی که کشته شدن حرمتشون رو حفظ کنیم به خاطر اینکه این یک راه مقابله با تروریسم به خاطر اینکه اون ضد انسانیت هر کسی که مثل خودش نیسته و ما باید دفاع کنیم از هر کسی که هم مثل خودمونه هم مثل خودمون نیست دقیقاً و این به نظر من جوهر اینه که این وسط باید انسانیت رو نجات داد تنها صد مقابل این فرهنگ ترور که دو دنیا تن به نظر میاد که تنها وسیله پیش سیاستهای سیاست های دولت های مرتج است اینه که اون تصویر انسانیت رو جلوی این بذاریم و میشه تروریسم به همین شکل با تمام امکاناتش به شکستی شد.